خب پدر جان، شما خودتان قربانی دارین؟ هیچ وقت قربانی میکنین؟ نه کلیم و نداریم و میدردی که از وقت ما اید نیست امراتش اید از توان ما نیست. گفتنی شما برای کسایی که توانای قربانی کردن را دارن چی است؟ گفتنی ما برای ازای نیست که اگر هر کس توانش را داره باید برای غریب کمک کنه. هر غریبی که باشه، کراچوان باشه، جوالی باشه، غریب دیگه کار باشه، برش کمک کنه میرسه. چند سال است که قربانی میکنیم؟ ما والا پارسال نکدیم چون که مال قیمت بود. پرار سال یک قربانی کردیم چون که حال شرایط کمی بیکاری است و تا منجایش نمیکنه. سالا دیگه ما دو تا قربانی میکردم، این سال اگه بطنون و اصلا بکشه یک قربانی میگید. آیا قربانی کردن برکت در زندگی شما هم داشتن؟ بله یا بسیار. همین قربانی میکنی برکت خانه از چهار تا غریب و مسکین، مثال یک از گوش به فیض میرسه، همسایه هایت نداره، به این گوشت قربانی ضرورت دارم، از چیز هستم که چی وقت مثال انتظاری میکنن که چی وقت همین چیز میشه، با ماها گوشت نمیبینم، همین قربانی میشه و کل همین مستضعفین و غریب و بیچاره. حالی حاجی صاحب که شما آمدین که بالاخره قیمت ها رو بپرسین و اگر مناسب باشه انشالله قربانی بخرین. بله. چه حس و حالی دارید؟ والله حس خوب دارم، حس خوشحالی دارم. این قربانی که میبرم در خانه، اگه واسه ما بکشه بیگیریم میبرم در خانه، همی اولاد همه کلش چشمایشان روشن میشه، پدر قربانی آورد چی آورد. روزی که ما همو نماز عید میاییم او رو قربانی میکنیم به حس خوش که مثال او رو تقسیم میکنیم و چهار تا غریب و مسکین میدیم، بسیار خوش میدیم. آیا تا حالا به این فکر کردین که همه که شما قربانی میکنین و از گوشت از کسایی که نمیتونه گوشت بخرن، کسایی که مثلا وسعشان ضعیف است، همه قربانی که شما میکنین باعث میشه که سر دسترخوان خیلی های دیگه هم مثلا یک غذای مناسبتر، یک غذای خوبتر باشه، در این موضوع تا حالا فکر کردین؟ والله فکر کردیم. فکر کردیم که ما همه قربانی مثلا چهار تا که مثلا توان قدرت قربانی را داره همی قربانی میکنه، حس برای خود کنه میکنه، برای همی چهار تا همسایه و غریب و مسکین که میدشه و دسترخان اینا دیگه اینا مثال با بار میشه، همی با اولادایش و سر دسترخان میشینم میخورم، همی ما حس خوشی میکنم. تا حال حج رفتی؟ نه والله هنوز، خدا بخواه میریم حج میریم. دوست داشتین امیالی در حج پیش حجاج میبوده؟ بله بسیار مونتون، چون که وضع شرایط گنجایش نمیکنه که ما کاروبار صحیح نیست، سابق کاروبار بود، حال اوضاع افغانستان میفهمیم خود شما که کمک رو به اقتصاد مردم خرابه. چند سال است که قربانی میکنه؟ والا برادر مدت یک 15 سال است مقدارم میشه ما قربانی میکنیم. هر سال؟ خدا مهربان هر سال میگه. آیا قربانی کردن در زندگی شما کدام برکتی هم داشتن؟ اینطور محترم که قربانی کس این رضای خداوند است، برکتش به خود خدا معلوم میشه، چون برای بنده معلوم شده این نیست، چون نیک اکثر مردم ما دیدیم، ما از طریق زمین تلویزیون شما برای دیگه برادرها بگیم که یعنی کار خوب نمیکنن، اکثر مردم ها به نام قربانی گوشت خانه خود نصف برام خانه خود قید میکنن، نصف اقارب خود برام غریب مسکین بیچاره هیچ محروم میمونه. اگر توان و قدرت خودت هم بود که نمیخواستی که از خودت استفاده کنی، ما مواد خیرات کنیم، چون قربانی سر برادای خدا کنم خیرات کنیم. تا حال حج رفتی؟ خدا مهربان است، نیت داریم کل مؤمن و مسلمان خداوند نصیب همگی کنه. جایی است که پشیمونی نداره، نماز خواندن حج کردن پشیمونی نداره، چون حتی ختم خیرات این راه خدا گم نداره. ما شما خدا میربون است که بریم. دوست داشتین امیال در بین در حج در بین حجاج میبودین؟ بله چرا نه، هزار بار. اگر من امیر که فرض یک قربانی ها میکنم، اگر با نیت صاف با قلب پاک قربانی میکنی، در جمع از اموش کسایی هست شما رو میگه ثواب اجر کرد، ما میگه تو هم از کمش نمیگیری، بهتر میگه کم نمیگیری. آجی صاحب چند سال است که قربانی میکنی؟ تقریبا 7-8 سال میشه. آیا قربانی کردن برکت در زندگی شما هم داشته؟ بله. آج صاحب تالی دهی فکر کردین که همه که شما قربانی میکنین، کسایی که خیلی وقتا شاید اصلا نمیتونن مثلا توانی رو نداره که گوشت بخره، به خصوص گوشت مال،
و همی که شما قربانی میکنین باعث میشن که در خانواده فقیر کسایی که توانای خرید گوشت مال نداره یک کمکی برای اونا میشه و اونا میتونن از گوشت استفاده بکنن. در این موضوعش فکر کردین؟ ای خوب گپ است. کسی که با می قربانی میکنه به خاطر قربانی میکنه که به خوار غریب برسانه، به خوار غریب به قربانی خدا دیگه دنیا که در خانه با جمع کنه و رقا کنه فامیل خورده برای پیش استفاده کنه. قربانی مدفش نمیگه است که فامیل قربانی کنه به خوار غریب و از برسان تقسیم کنه. شما تا حالا حج رفتید؟ نه دیگه عبادت کردیم. اگر در نصیب ما بود میریم، اگر نبود دیگه